با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، به شما عزیزان که به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر آفتابی اما بسیار سرد واشنگتن با شما خواهم بود در تفسیر خبر 9:30 شب به وقت تهران. چون دوشنبه شبهای پیشین در این شماره از تفسیر خبر نیز میپردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران، بهتر است بگوییم نقض حقوق بشر در ایران. این بار اما نگاهی خواهیم داشت بر وضعیت زنان و دختران ایرانی در جمهوری فقیه، حکومت فقیه. نگاهی میاندازیم به آنچه که در عرصه ورزش ایران میگذرد. در آستانه ورود تیم ملی فوتبال ایران به سوئد بار دیگر این موضوع مطرح شده است که چرا دختران و زنان ایرانی حق ورود به استادیوم های ورزشی را ندارند. حکومت جمهوری اسلامی چرا از حضور زنان و دختران ایرانی در ورزشگاه های کشورشان بیم دارد؟ چه موانع شرعی در این راه وجود دارد؟ و آیا دلایلی سیاسی مانع از حضور بانوان و دختران ایرانی در ورزشگاه می شود؟ این در حالی است که علارغم فشارها و محدودیت‌های بسیار زیاد در ایران، دختران ایرانی در عرصه‌های ورزشی بین المللی افتخار آفرین هستند. به این مناسبت، به مناسبت اعتراض رو به گزارشی که فعالان حقوق مدنی، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان در عرصه‌های داخلی و بین المللی انجام می‌دهند در ارتباط با حضور تیم ملی فوتبال ایران و ادامه ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه ها، برنامه امشب رو اختصاص دادیم به گفتگو در این زمینه. با من و شما هستند برای نخستین بار خانم دریا صفایی، فعال یا کنشگر حقوق زنان در بلژیک، و آقای احمد رأفت، روزنامه نگار که نیازی به معرفی بیشتری ندارن. گفتگو خواهیم داشت با آقای رأفت و خانم صفایی تا لحظاتی دیگر. خب من اینجا فقط یک توضیح رو بدم بنابرای اونچه که شما عزیزان بینندگان میدونید، ما از عنوان کردن سمت یا صفت یا عنوان دکترا مدت هاست خودداری کردیم در برنامه‌مون بجز پزشکان. این رو قبلا ماها پیش من توضیح دادم و برای اینکه روشن بشه این رو هم بگم که خانم دکتر صفایی پزشک هستن، بنابراین ما استثناءمون در همین مورد هست که به پزشکان میتونیم دکتر خطاب کنیم، عنوانشون رو به کار میبریم. در برم به شما سلام میگیم، خوش آمد میگیم خانم صفایی گرامی. درود بر شما و بینندگان عزیزتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم. دندان پزشکم هستم. بله بسیار خوشحال. آقای احمد رأفت که نیاز به معرفی بیشتری ندارند. احمد رأفت جز بردن نام و دیدن
چهرهشون که برای اولین بارم هست در دور جدید تفسیر خبر با هم هستیم. احمد عزیز نیست، سلام. سلام جمشید جان، سلام خدمت بینندگان تفسیر خبر و خوشحالم از اینکه بار دیگر میهمان برنامه تو هستم. خب عملا در اینجا ما هر دو میزبان خواهیم بود و میهمان تازه ای داریم، خانم صفایی. به اتفاق احمد آغاز میکنیم از خانم صفایی این پرسش رو. الان نامه امضا شده بیش از 200 نفر اگر اشتباه نکنم، یا نزدیک به 200 نفر در اعتراض به اصطلاح باز همچنان راه نیافتن بانوان به ورزشگاه های ایرانی و برای فدراسیون جهانی فوتبال هم اعزام شده. انگیزه اساسی یا پیگیری این موضوع از چه جهت هست خانم صفری؟ در حقیقت نگرش خواهان کسانی که این نامه را امضا کردن بدین گونه است که در واقعیت مخالفت خودشون رو با تبعیض جنسیتی بیان کنن و ورزشگاه ها به نوعی یکی از مکان هایی هستند که در اونجا زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار نیستن. یکی از تمام نمونه ها، مثال ها و نمونه های دیگه ای که در اون این عدم برابری حقوق شهروندی رو به وضوح میشه مشاهده کرد. از اونجاست که کسانی که این نامه رو امضا کردن خواهان حقوق برابر زنان و مردان هستند و در همین راستا در مبارزه که با تبعیض جنسیتی مخالفت خودشون رو دارن بیان میکنن این نامه رو امضا کردن و خواهان این هستند که ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه ها برداشته بشه. در حقیقت بله، یعنی تبعیض جنسیتی فقط در همین مورد و خواستارش هستن یا اینکه نه در تمام زمینه؟ دقیقا نکته که اینجا خیلی جالب میتونه باشه اینه که حقیقتا ورزشگاه میتونه یک نماد کوچک از یک جامعه باشه. اینکه ما مشکل زنان ایران مشکلات عدیده‌ای دارن در زمینه‌های حقوقی، قوانین زن ستیزی که اکنون بر کشور حاکمه بر هیچ کس پوشیده نیست. حقیقتا رفتن یا نرفتن بانوان به ورزشگاه از عمده‌ترین مشکلاتی نیست که یک زن ایرانی با اون دست و پنجه نرم میکنه. اما اینجا میتونیم این رو مشتی نمونه خربار از تمام این مشکلات برداریم و به حالت نمادین در حقیقت اعتراض خودمون رو بیان کنیم به اینکه ما خواهان برابری حقوق شهروندی بین زنان و مردان هستیم. در حقیقت ورزشگاه نمونه کوچک از جامعه اینجا بهش نگاه شده و کسانی که امضا کردن این نامه رو در حقیقت مخالفت خودشون رو با هر گونه تبعیض جنسیتی بین مرد و زن بیان میکنند. احمد عزیز، من دیدم اسامی که امضا کردند و خانم صفایی اشاره کردن از نظر طیف سیاسی رو بخوایم بگیم نمایندگان جریان‌های مختلف سیاسی هستن، اما نقطه مشترک اونها در این نامه چی هست؟ نقطه مشترک کسانی که امضا کردن همونطور که اشاره کردی جمشید جان طیف‌های سیاسی مختلف رو در بر می‌گیره و زمینه های اجتماعی مختلف. ما مثلا پرویز صیاد رو داریم که هنرمند، خانم عبادی رو داریم که برنده جایزه نوبل، آقای نمیدونم ملکی رو داریم که رئیس سابق دانشگاه تهران، ادهی روزنامه نگارن، کنشگر مذهبی، فعال، خانم نسرین ستوده هست، نمیدونم آقای نوریزاد هست. بنابراین خب 190 نفرن که از بخش‌های مختلف جامعه میان در درون و در برون کشور و نقطه مشترکشون مخالفت با تبعیض علیه زنانه. ببینید شما در گذشته بارها گفتیم که نیمی از جامعه ما در حقیقت در سرنوشت، حالا این چاست، این نامه به فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال نوشته شده، سر فوتبال من خلاصه میکنم ولی به همه جا میشه بستش داد، نیمی از جامعه ما نمیتونه این فوتبال رو به طور مستقیم ببینه، نمیتونه بره تو استادیوم برای تیم فوتبال کشورش تشویقش بکنه، هورا بکشه، داد بزنه. برای نیمی از جامعه شرکتی در زندگی این تیم فوتبال در حقیقت نداره، با وجود اینکه ما میدونیم که تعداد زیادی از زنان ایران به فوتبال علاقه دارن و میخوان در استادیوم ها باشن، بارها نشون دادن.
حتی نمیدونم آقای جعفر پناهی سر این مسئله یه فیلم ساخت چند سال پیش که خیلی هم مورد توجه در سطح جهانی و بین ایرانیان قرار گرفت. یعنی یک مسئله، یک بخش از این تبعیضه که ما روی اون فشار گذاشتیم، برای اینکه بعد از تصمیم فدراسیون بین‌المللی والیبال که ایران از برگزاری و میزبانی چند مسابقه به خاطر همین عدم ورود بانوان محروم کرد، در عمل ما دیدیم که الان جمهوری اسلامی در زمینه والیبال در چند شهر عقب نشینی کرده. در برخی از شهرهای ایران در دو سه هفته اخیر، یعنی بعد از این تصمیم فدراسیون بین‌المللی والیبال، تصمیم گرفتن ورزشگاه های والیبال رو درش رو به روی بانوان باز کنن، خانم ها بتونن برن ببینن. بنابراین این نوع فعالیت ها جهتش اینه که محیط برای این نوع تبعیض ها حداقل برداشته، که فکر نمی کنم در نظام کنونی امکان پذیر باشه، ولی حداقل تا حدی برطرف بشه تا زنان و خواهران و مادران ما بتونن از همون حقوقی که ما داریم برخوردار باشن و به مسابقات فوتبال یا هر ورزش دیگری بتونن در ایران برن. خب من همینجا سوال کنم که آیا هنوز کسانی که مایل باشن میتونن این نامه رو امضا کنن؟ بله، حالا نمیدونم من جواب بدم یا خانم صفایی، ولی این لیست باز، خب این لیست وقتی بسته شد با 190 امضا برای آقای سپلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فرستاده شد. بعد از اون چندین ده امضای دیگر اضافه شد و این امضاها ادامه داره، چون این کارزار ادامه داره و فقط به نوشتن این نامه هم تنها خلاصه نخواهد شد و در هفته های آینده فعالیت های دیگه صورت خواهد گرفت. مثلا 31 دسامبر در کشور سوئد، مارس 31 31 مارس در کشور سوئد مسابقه فوتبالی بین دوستانه بین تیم ملی سوئد و ایران هست و اونجا هم یک فرصتی است برای اینکه علیه این تبعیض اعتراض بشه به این تبعیض و با حضور گسترده توی استادیوم ضمن تشویق فوتبالیست های ایرانی، ولی به اونها هم این پیام رسونده بشه که شما در ورزشگاه های بازی میکنین در ایران که نیمی از جامعه در اونجا نمیتونه حضور داشته باشه. بنابراین این لیست بازه برای اینکه این فعالیت تازه در آغازشه، ادامه خواهد داشت. بله خانم صفایی، به چه طریق بینندگان ما شاید مایل باشن مراجعه کنن و به چه طریقی میتونن به اصطلاح مراجعه کنن ببینن احتمالا کسایی که ندیدن این لیست و این نامه رو؟ بله در حقیقت این یه لیستیه که اکنون هم همونطور که گفتن آقای رفعت بازه و میتونن با مراجعه به فیسبوک من دریا صفایی یا کمپین Let Iranian Women Enter Their Stadiums. دلیل اینکه این نام خارجی رو بیان میکنم برای اینه که نام پارسی که انتخاب شده به نام پیش به سوی ورزشگاه ها وقتی دنبالش بگردیم متاسفانه تو خیلی از کامپیوترها پیدا نمیشه به دلیل دو نام بودن کمپین. اونجا میتونن پیام بفرستن و نامشون رو اضافه کنن. اونجا روی صفحه ها هستش که نام کسانی که امضا کردن و این در حقیقت کارداری که متعلق به همه هممیهنانمونه. هر کس که دوست داشته باشه کمکی کاری در این زمینه بکنه همیشه میتونه تماس بگیره و با هم کار میکنیم. خب این نامه رو شما برای سپلاتر فرستادید، فدراسیون بین المللی فوتبال، درسته یا میفرستید و بعد این نامه فرستاده شده برای ایشون؟ در حقیقت درخواست توش نوشته شده که ما بر اساس همون اصل سوم اساسنامه فیفا خواستیم که فیفا جمهوری اسلامی رو وادار کنه به اینکه اساسنامه رو رعایت کنه و اصل سومش هم تبعیض با مبارزه با هر گونه تبعیضه از نوع نژادی یا هر گونه که باشه و همچنین از نوع جنسیتی. در حقیقت این یک خواسته ایه که نه تنها به صورت یک نامه ختم میشه، بلکه ما در نهایت به زودی دنبال این خواهیم بود که از نظر حقوقی این مسئله رو دنبال کنیم و همچنین با فعالیت‌های میدانی که در پیش داریم، همونطور که آقای رفعت گفتن 31 مارس که مسابقه فوتبال هستش، فوتبال دوستانه بین ایران و سوئد در شهر استکهلم، اونجا هم کمپین با تیشرت ها
نشون خواهد داد که ما زنهای ایرانی رو، بانوان ایرانی رو فراموش نخواهیم کرد و همیشه اگر به ورزشگاه بریم حس بودن اونها رو اونجا خواهیم برد، تا اینکه یک روز در داخل از کشور بتونن زنها برن به ورزشگاه. خب شما شرکت به طور قانونی دنبال خواهید کرد، منظورتون چیه؟ در راه نقشه‌ای که برای راه کشیده شده، یکی از نکات اینه که اگر فیفا، چون به دلیل اینکه فیفا یک ساختاری داره که یک مقدار متفاوت از فدراسیون والیبال، فدراسیون جهانی والیبال، در حال حاضر منتظر پاسخی از فیفا هستیم. اگر این پاسخ به صورت مشخص داده نشه، خب ما مجبوریم به نوعی درخواستمون رو به حالت جدیتری از نظر حقوقی بیان کنیم، نه اینکه فقط یک نامه یا یک درخواست باشه، بلکه به حالت یک کمی بالاتر از اون حالت حقوقی بهش بدیم که شما موظف هستید در واقع با وظایف خودتون مواجه بشید و عضوتون رو که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامیه وادار کنید که از اساسنامه خودتون اون رو انجام بده، و اگر نمیتونید این کار رو بکنید، خب طبیعتاً شاکی هایی هستن که این رو خواستار هستن، و وقتی اونا رو با وظیفه خودشون از نظر قانونی مواجه کنید، دیگه یه نامه نیست که بتونن جواب بدن یا ندن، در حقیقت پیش رفته این مسئله. خب در این زمینه میشه من اضافه کنم؟ ببینید، فیفا یه اساسنامه داره که موظف به خودش به اجرای اونه، و این که فدراسیون عضو این اساسنامه رو اجرا کنن. چند سال پیش شاید برخی از بینندگان خاطرشون باشه که فیفا از فدراسیون فوتبال ایران خواست که هر گونه نفوذ سیاسی و دولت رو تو این فدراسیون قطع بکنه، در غیر این صورت فدراسیون رو معلق خواهد کرد. برای اینکه دخالت سیاست در امور فدراسیون های محلی فوتبال هم در یکی دیگه از بندهای اساسنامه فیفا است، و فیفا مجبور شد به خاطر دخالت‌های بیجایی که دولت آقای احمدی نژاد در فدراسیون فوتبال می‌کرد، این اخطار رو بده، و تا حتی تا مرحله معلق شدن هم این بحثشون پیش رفت. بنابراین ما می‌خوایم که فیفا به یک بند دیگه‌اش اساسنامه است که همونطوری که خانم صفایی اشاره کردن، رفع هر گونه تبعیض، یعنی مخالفت ورزش نمیتونه بر پایه تبعیض استوار باشه. بنابراین تبعیض نه قومی، نه زبانی، نه جنسیتی، نه هیچ گونه تبعیضی نمیتونه باشه. برای من فیفا باید فدراسیون فوتبال ایران رو موظف بکنه که به این اساسنامه عمل بکنه. خیلی ساده است، یعنی از نظر قانونی این از فیفا میشه خواستش. خب این نکته هست، بله، اساسنامه فیفا این اساسنامه بقیه فدراسیون ها قطعا کمی شبیه همین هست، اما نکته هست این که خود فیفا، میدونید احمد جان، حتما خانم صفایی میدونه که متهم هست به یک سری فساد، یعنی که هم از این که در مورد جام جهانی قطر و مسکو گفته شد رشوه گرفت، و اتفاقات دیگه که زمانی هم آقای میشل پلاتینی گرفتارش بود، و همینطور میدونیم آقای پلاتر، من نمیگم رفتن ایشون به تهران مثلا یک انگیزه فسادی داشت یا چیزی، رفت در اونجا و از فوتسال زنان هم دیدن کرد، اما ندیدیم آقای پلاتر اقدام جدی در این مورد به عمل بیاره. و خانم مسئول بفهم، در حقیقت چیزی که شما میگید کاملا درسته، به خاطر همینه که من تصور میکنم این بار روی واکنش فیفا اونقدر نمیشه حساب کرد، که در حقیقت یکی از اهداف این حرکت مخاطب قرار دادن اذهان عمومیه. ببینید آقای چالنگی، متاسفانه یک چیزایی هست که بعضی وقتا بعضی از جوامع عادت میشه، و وقتی که عادت بشه آدم ها حساسیت خودشون رو به اون نکته میتونن از دست بدن. مطرح کردن این بحث به شکل جدیدی که الان مطرح شده، در حقیقت یادآوری میکنه به این که ما دچار یک ناهنجاری هستیم در جامعهمون. نگاه کنید، شما ایران رو به عنوان کشوری در منطقه در نظر بگیرید، میان کشورهای همسایه که کمابیش میتونیم بگیم همه در یک منطقه کمابیش شباهت به هم میتونن داشته باشن، کشورهایی که حتی مسلمان هستن، در هیچ کدوم از این کشورها رفتن زنها به ورزشگاه ممنوعیتی نداره. البته بگذاریم از عربستان سعودی که ظاهرا اونجا هم این رفتن بانوان ممنوعه. شما تصور کنین به عنوان تنها کشوری که
توی دنیا این قانون رو داره نقض میکنه، این یک ناهنجاری بزرگه. وقتی اینو در نظر بگیریم و بعد نگاه کنیم به اینکه سالهاست با این ناهنجاری داره کژدار و مریض میشه، البته اعتراضات بسیار گسترده، کمپین های بسیار فعال در داخل ایران، فعالیت های گسترده وجود داشته که همیشه مبارزه کردن با این عدم عدالت اجتماعی، همیشه بیانگر این بودن، به خصوص در زمینه ورزشگاه ها هم خیلی فعالیت کردن در این باره. ولی با این حال مخاطب قرار دادن عامه مردم یک مقدار اینجا خیلی مطرح شده که مردم نگاه کنید، این یک حالت نرمال نیست که زن نتونه از حقوق ابتدایی خودش برخوردار باشه، و این خیلی نکته اساسیه. هدف لزوماً برد یا باخت با فیفا نیست، هدف یعنی در حقیقت برد در این مسئله اینه که ماها هممون فکر کنیم با خودمون واقعا نرمال نیست که یک همچین اتفاقی در جامعه ما میفته و ما از کنارش میگذریم. خودش یه برد بزرگه برای این اهدافی که این نامه دنبال میکنه. و یکی از مسائل مهم اینه که اونجایی که مردم واقعا معتقد بشن به اینکه حقیقتا این ناعدالتی اجتماعی روانیست و خواسته خودشون رو بیان کنن، نظر به اینکه این خواسته هیچ مغایرتی با قوانین خود جمهوری اسلامی هم نداره، یک در حقیقت اعتراض مدنی خیلی آرام میتونه این رو به سوی ببره که در حقیقت درها برای بانوان باز بشه. خب نکته رو اشاره کردم، ببینید که بسیار نکته دقیقی است خانم صفایی اشاره کردن. احمد جان، یکی از این موضوع، یکی از کسانی یا دسته از کسانی، طبقه قشری هرچه که هست، از کسانی خود ورزشکاران ایرانی هستن. من بارها اینو بهش اشاره کردم احمد عزیز که بسیار هم زحمت میکشن ورزشکاران ایرانی، هم از کشتیگیران، والیبالیست ها، همه جوانان نازنینی که با محدودیت هایی که دارن به هر حال زحمت بسیار میکشن، مدالی هم به دست میارن یا هر چی که هست. اما آیا این قابل قبول هست که تیم ملی ایران نمایندگی نمی کنه؟ من این نظر شخصی من هست، میشه راجبش بحث کرد در برنامه دیگه. وقتی نیمی از جمعیت یک کشور نمیتونه تیم ملی خودش رو بره تماشا بکنه، این تیم ملی عنوان ملی بودن رو در واقع من نمیدونم چطور میتونه تحمل بکنه بدون اینکه اعتراض کنه. هیچ کوچکترین قدمی نه از طرف والیبالیستای ایران نه از طرف فوتبالیستای ایران بدون رو درواسی برای در این مسیر من ندیدم. احمد رأفت عزیز، چرا گاه حتی من متاسفم این رو بگم، گاه بعد میبینید همین ورزشکاران کارهای غیر لازم هم انجام میدن، غیر لازم هم انجام میدن، ستایش های بی موردی انجام میدن که اون به جای خود. حتی مثلا من دیدم بانوان، حالا اون ممکنه زیر فشار باشه، خانم ارغوان رضایی تنیسور ایرانی مقیم فرانسه، وقتی به ایران میره من نمیدونم برای چه فشارها و چه سیاست هایی بوده، راکت تنیس خودشونو با آقای احمدی نژاد تقدیم میکنه. تفسیر شما رو میشنم، سخن شما رو احمد رأفت عزیز. خانم ارغوان به شما بهش اشاره کردین، تنیس باز معروف، اون موقع رفت، بعد صحبت هایی بود که نمیدونم یکی از نزدیکان خانواده نزدیک ایشون یک سری تجارت هایی با ایران میخواست بکنه و ایران رو مجبور کرد بده. ولی در صورت حرف شما درسته، یک من فکر میکنم یه مقدارش به خاطر ترس باشه، برای اینکه ما دیدیم که چه والیبالیست های ایرانی چه فوتبالیست های ایرانی وقتی خارج از کشور هستند کنار هموطنان زنشون وای میسن، عکس میگیرن، سلفی میگیرن، نمیدونم صحبت میکنن، یعنی خواسته قلبیشون فکر نمیکنم هیچ کدومشون یا تعداد معدودی ممکنه مخالف حضور بانوان باشن. البته کسانی هستن، دیوانگانی هستن، مثل مربی تیم والیبال، یکی از تیمای والیبال ایران که اخیراً چند روز پیش گفته بود که حتی خبرنگاران زن که میتونن تو مسابقات والیبال مردانه حضور داشته باشن به عنوان خبرنگار، اینها رو باید راه نداد به سالن، چون حضور اینها باعث میشه که تیم‌ها خوب بازی نکنن. حالا چرا از بعد از این مغز پریشان این آقا جوابش رو گیره؟ ولی من فکر میکنم به خاطر بیشترش به خاطر ترس باشه، یعنی اگر آزادی داشته باشن این
ورزشکاران هیچ گونه مخالفتی با حضور بانوان در ورزشگاه ندارن، بلکه خیلی هم خوشحال میشن. ببینید در گذشته البته چند بار ورزشکاران ایرانی مصاحبه های مثلا هم گفتن که اتفاقا حضور خانوم ها در ورزشگاه ها به ویژه فوتبال باعث میشه که بقیه بازیکنان فوتبال که گاهی وقتا از یک سری حرفای زشت میزنن یا کارهای غیر اخلاقی انجام میدن به خاطر حضور زنان این کار انجام نگیره، یعنی به این صورت مخالفت خودشون رو با ممانعت از حضور زنان اعلام کردن. ولی من فکر میکنم خب ورزشکاران ایران هم مثل بقیه جامعه تحت فشار هستند، واهمه دارن، ترس دارن و هنگر سرعت ابراز بیان نداره. ولی امکانات بیشتری دارن، عرصه‌های بین‌المللی هست. شما مثلا این خود آقای حالا اسمم میبریم آقای علی کریمی یا بقیه در جریان پیامدهای انتخابات 88 صحبتایی کردن، حرفایی زدن در طرف جهت مردم و امکانات دارن. نه بازیکنان ایرانی که در تیم‌های گرون قیمت اروپایی بازی میکنن امکان ندارن، حتی از اونها من صدای حرفی حدیثی نشنیدم. چرا رو درواز بدون رو دروازی وقتی من منو جناب عالی عنوان تیم ملی کشتی رو داریم حمل میکنیم یا فوتبال رو؟ خب این تیم ملی مال همه مردم ایران هست نیست؟ نه حق با شماست، یعنی من نمیگم چرا، نمیخوام توجیه کنم، میگم فکر میکنم که بسیار از اینا به نوعی واهمه باشه. بازیکنان ایرانی که تو تیم‌های گرون قیمت کشور عربی یا اروپا بازی میکنن بالاخره برای اینکه بعداً تو تیم ملی کشور بتونن بازی کنن باید این ملاحظات رو فکر میکنم داشته باشن و اونها سرنوشتشون در بازی در خارج هم به نوعی بستگی داره به بازی در تیم ملی، چون بهای میدونین اینها بازیکنان خب قیمت‌های بالا قیمت گذاری میشن و این بازی در تیم ملی کشور خودش باعث بالا رفتن بهای خرید و فروش یک بازیکن و حقوقی که اون بازیکن دریافت میکنه است. من فکر میکنم کاملا موافقم که باید این دیوار سکوت رو بشکنن، همون گونه که در مورد مسائل دیگر سیاسی بعضی اوقات شما اشاره کردین آقای کریمی شکوند و بهای براش پرداخت، اینو بشکنن. ولی خب تا حالا متاسفانه ما در این مورد اینچنین واکنشی از سوی بازیکنان ندیدیم. بله به طور خیلی چطور من بگم، ملت مهم نیست، نیمی از ملت مهم نیست و کل ملت مهم نیست، اما مزایای تیم ملی مهمه. ما جانب ملت رو نمیگیریم، هیچ حرفی نمیزنیم به عنوان بازیکنان تیم ملی، اما مزایای تیم ملی رو همون هست به دست بیاریم، حرفی نزنیم که این مزایا از بین بره. این عملی است که از نظر من ورزشکاران ملی پوش ایرانی متاسفانه انجام میدن، با همه احترامی که قائل هستم شخصا براشون و زحمت هایی که میکشن در جهاتی. اما خانم صفایی ببینید، حکومت ایران یک حکومت دینی است، حکومت روحانیت شیعه هست بر ایران، حکومت فقیه هست، هر چه که هست بالاترین مقدسترین مکان برای مسلمانان جهان هم از شیعه اهل سنت و تمام فرقه ها و نهله های مذهبی اسلامی، مکه مقدس مسلمان خانه کعبه است. ورود به خانه کعبه برای زنان و مردان به طور همزمان آزاد است. نماز گذاشتن در کعبه در بیت الله الحرام آزاده برای زنان و مردان در کنار هم و نماز خوندن. ورزشگاه ها چرا نه؟ واقعا چرا ورزشگاه ها نه؟ وقتی مقدس‌ترین جاها زنان و مردان میتونن کنار هم برن بند عبادت بکنن، اگه از اون بالاتر که نیست در اسلام. در حقیقت یه چیزی که حالا اونجا که کعبه هستش رو به نوعی حتی توی من نمیدونم چند روزای پیش دیدین توی جشن 22 بهمن یه کارناوال رو انداختم اونجا، اون روز بدحجابی زن و مرد کنار هم باشن اصلا هیچ اهمیتی دیگه نداره، همه میتونن دست به دست هم راه برن و بدحجاب ترین
من که فکر نمی کنم بدحجابم، منظورم از دیدگاه اوناست بدحجابی اون روز آزاده براشون. و میدونین اصلا یه چیز مشکل اساسی اینها اصلا با حضور زن و مرد با هم و اینا تمام داستانهایی که درست میکنن که به مردم تحویل بدن، در حقیقت این مشکل زن ستیزیشونه که باعث میشه به نوعی زنها رو همیشه دنبال این هستن که زن رو از سطح جامعه حذف بکنن. و من تصور میکنم دلایلی که میارن فقط یک بهانه هستش. بودن زن و مرد اونقدر براشون مشکل نداره، چون خودشون میگم توی کارناوالایی که خودشون راه میندازن که واقعا این چند سال اخیر اصلا به نظر من یه چیز واقعا تلفیق زشتی از مسائل با همه، یعنی اون حالتهایی که خودشون رو در میارن، اما اونجا زن و مرد میتونن با هم باشن. یا تظاهرات روز قدس که میشه همینطور زن و مردا تو هم عیب نداره، فقط جمعیت بیان تو خیابون. اون وقت یکوی ورزشگاه که جایی که آدما میتونن کنار هم اتحاد ملیشون رو تقویت کنن، با هم دیگه همشون احساس کنن ببین ما ایرانی هستیم، یه نقطه مشترکی بین همه ما هست، میخوایم بریم تیم ملی رو تشویق کنیم. اونجا که واقعا عشقشون رو به کشورشون و تیم ملیشون میخوان بیان کنن، به این بهانه که زن و مرد رو نمیشه قاطی کرد. من به نظرم نهایتا به این نتیجه رسیدم که البته مدت هاست به این نتیجه رسیدم، زن فقط از سطح ورزشگاه ها نیست که حذف شده، که البته فوتبال سال هاست، والیبال هم این دو سال آخر در دولت روحانی افتادن به اینکه خانم ها نمیتونن به ورزشگاه بیان. زن رو از سطح جامعه به صورت های مختلف دارن حذف میکنن، از قوانین زن ستیزشون که بگذاریم، که قانون ارث، حضانت بچه، طلاق، اصلا زن نمیتونه طلاق بگیره، زن نمیتونه از کشور خارج بشه بدون اجازه همسرش، از این قوانین که بگذاریم، بخشنامه های دولتیشون تمام زن ستیزی. مثلا همین که زنها سهمیه بندی بشن تو ورزشگاه ها. چرا؟ چون که دیدن زنهای ما 60-70% دانشگاه ها رو دارن تشکیل میدن، عجله، به صورت بسیار عجله این زنها باید سهمیه بندی بشن، 50% بیشتر نمیتونن باشن. خیلی از رشته ها رو از دانشجویان زن گرفتن، اصلا گفتن این زن، این رشته ها دیگه زنا نمیتونن توش تحصیل کنن، فقط پسرا میتونن تحصیل کنن. اینا کارهایی که دارن در کل سطح جامعه میکنن. ورزشگاه هم یکی از اون جاهایی که به دنبال تحقیر و حذف زن از جامعه و تبعیض جنسیتی هستن. در حقیقت سیاستشون بر این مبناست، زن بشینه خونه و کارهای خونه رو انجام بده، مردم تو جامعه کاراشو انجام بده، اینجوری همه براشون راحت، خیال خودشون هم راحت میشه. بله و این جالبه. خب اینا صحبتایی که میکنن خیلی جالب است. مثلا امام جمعه تهران گفته که خب ما وظیفمون اینه که نذاریم مردم به جهنم برن. خب این بابا معلوم نیست وضعیتش چقدر بود. اما تجسم این خانم صفایی که شما در بلژیک یک روزی بیان بگن که آقا زنان نمیتونن در بلژیک برن استادیوم چون از نظر اخلاقی درست نیست، یه همچین تصوری میتونین داشته باشین؟ یا اگه با این وضعیتی که پیش میره یه فتوایی هم صادر کردن، چه میدونم، در بلژیک هم نمیشه رفت. در حقیقت اصلا اینجا من همیشه میگم، خب من 15 سال خارج از کشور زندگی میکنم، من همیشه میگم مردم اروپا یا هر جایی که دیگه خارج از ایران لزوما باهوشتر از مردم ایران نیستن. نه تنها نیستن، حتی وقتی بعد وقتا نگاه میکنم نه چقدر ایرانی ها صرف نظر از اینکه بخوام تعریف کنم واقعا چه موجودات باهوش و توانایی هستن ایرانی ها به طور کلی، که قطعا خانم صفایی من اجازه بدین چون حمله بر چیز نشین، نژاد پرستی نشین، نه ایرانی ها مثل همجا آدم های باهوش دارن، کمهوش دارن، متوسط دارن، کلن نیست، یک چیز جمعی دارن و اون این که اجازه نداری به حقوق اولیه‌شون دست بزنی. هیچ کس هیچ در هیچ مقامی نمیتونه حقوق اول، این یک تربیت بسیار مهمه که ما اجازه ندیم کسی به حقوق ابتداییمون، مثل حقوق ابتدایی بشر در حقیقت حقوق اولیه مدنی انسان‌ها، یه چیزی مثل آب و غذا، هیچ کس حق نداره اونو ازت بگیره، باید با تو زندگی کنه اگر تو یک بشر و یک انسان هستی. این چیزیه که اینجا خیلی بهش حساسن. یعنی من واقعا خوش از چیزیشون که خوشم میاد اینه که راجع به حقوق اولیه‌شون بسیار آگاهانه و این قسمتی از هوش من، دقیقا همونجور که شما گفتین قصدم برتری دادن کسی به کسی یا برتری ندادن دیگری نبود، منظورم این بود که این قسمتشون خیلی خوب کار میکنه،
که حق نداره کسی به حقوق من نزدیک بشه. اینا حقوق اولیه منه. در مورد ورزشگاه که بیان کنم، هیچ وقت اینجا همچین کسی جرأت بیان همچین مسئله رو هرگز نخواهد داشت، ضمن اینکه اصلا اینگونه فکر نمی کنن. اینها زن و مرد، دخترها و پسرهای کوچولوشون با هم بزرگ میشن و با هم یاد میگیرن چگونه هم کلاسی من از جنس مخالف باشه ولی من با اون فقط یک دوست معمولی باشم. اینجاست که وقتی در جامعه هممون با هم کنار هم قرار بگیریم، می آموزیم که رابطه بین یک زن و یک مرد لزوماً فقط از لحاظ و دیدگاهی که جمهوری اسلامی سعی میکنه همیشه بهش نزدیک بشه نیست، یک رابطه سالم، دوستانه و انسان دوستانه میتونه باشه. تو ورزشگاه های اینجا اگر بدونید شما سالهای اخیر چه انرژی صرف کردن، چه هزینه‌ای صرف کردن برای اینکه ورزشگاه رو خانوادگی کنن، نه تنها زن و مرد که همیشه آزاد بوده، برای اینکه خانواده ها دست بچه هاشون رو بگیرن، بچه هاشون رو میذارن رو شونه هاشون، میان فوتبال رو توی ورزشگاه نگاه میکنن. من برای من قابل تقدیره که خانواده به جمع جامعه راه پیدا کنه، خانواده بتونه کنار هم از یک پدیده زیبا لذت ببره و اونجاست که واقعا خیلی برای من مهمه که یه روز توی ایران هم ما بتونیم هممون زن و مرد نه تنها از حقوق ابتدایی که واقعا یک بحث ابتداییه، واقعا اینا دیگه چه چیزیه که ما الان باید توی این قرن درگیرش باشیم، بتونیم کنار هم از زندگی لذت ببریم. خب احمد رفعت عزیز، ببینید اولین بار که زنان ایرانی، زنان ورزشکار ایرانی تونستن در عرصه‌های بین‌الملل بیان، سال 1964 المپیک توکیو، خانم نازلی بیات ماکو بود، خانم جمیله سروری، خانم سیمین صفامر و یک بانوی گرامی دیگه که اتفاق از مسیحیان ایران بود، از ارامنه ایران بود تا اونجایی که من یادم هست. همینجا هم یادی بکنیم از استادان بزرگ، آقای بهمنش بزرگ که من بخت در واقع همکاری با ایشون سالها در تماشا داشتیم، و استاد بزرگ دیگه ورزش ایران آقای روشنزاده گرامی، ایرج روشنزاده یا حبیب روشنزاده، تندرستیشون همواره پایدار باشه. از سال 1964 المپیک توکیو که بانوان به عرصه بین المللی اومدن، ما میبینیم خب بهتر و بهتر شدن، تعداد بیشتر، تا اینکه رسیدیم به جمهوری اسلامی. علارغم همه این فشارها میبینین دختران ایرانی چه تلاشی میکنن، چه مدالهایی به دست میانن در بازی های آسیایی. اگه اشتباه نکنم تا حالا 18 مدال دختران ایرانی مجموعاً داشتن در بازی های آسیایی. بگذارم این نگاه قد جنسیتی به زن، به زنان ایرانی، همونطور که خانم صفایی اشاره کردن که زن فقط بالاست، اصلا من شرم دارم دیگه ادامه بدم از توضیح بدم این نگاه ملایان شیعه رو به که در حکومت هستن به زنان و تمام متعصبین مذهبی رو، فرق نمی کنه داعش و ملای شیعه حاکم بر ایران، نگاهشون به زن یکیست، هیچ فرق نمی کنه از نظر کلی. تا چه اندازه مانع پیشرفت ها شده، تا چند اندازه باعث این شده که ایران اون وضعیتی رو که میتونست داشته باشه از در ادامه المپیک 64 تا به امروز نداشته باشه، چه تصوری شما دارید اگر این موانع وجود نداشت ایران الان کجا میتونست باشه از نظر ورزشی؟ حتی من فکر میکنم که خیلی پیشرفت، من در چندین بار که با ورزشکاران ایران که به مسابقات جهانی رفتم صحبت میکردم، مثلا یکی از دوندگان ایران، خانمای دونده، میگفتش که تفاوت وزن لباس من با مقنعه و نمیدونم شلوار اینا، وقتی میدوام و بازیکنی که بغل دستم وایساده که حدود چند صد گرم کمتر از من لباس تنشه، این تو نوع دویدن ما و اون چیزی که به دست میاریم کاملا تفاوت داره. شما حساب کنین مثلا زنان شناگر ایرانی رو با اون لباسی که باتون تنشون باشه بذارین تو استخ بغل یک شناگر کانادایی، خب مشخصه که نمیتونه پیشرفت کنه، هر چقدر هم خوب باشه یه سری موانع در مقابلش هست. و این ما در عرصه‌های مختلف ورزش دیدیم که
اخیرا تو مسابقات اسکی تو آمریکا اسکیبازای ایرانی بودن. حالا بگذریم از این که من با چند دوست اروپایی نگاه میکردم و همه زدن زیر خنده وقتی اسکیباز ایرانی رو با اون لباس دیدن، با دامن، کجای دنیا یک اسکیباز با دامن روی لباس ورزشی میاد اینا. ولی خب اینا همه یه سری مشکلاته که اینا نمیتونن پیشرفت کنن، به علاوه بر این که امکاناتی که در اختیار زنان گذاشته میشه از نظر ورزشی بنابر خود گفته خود مسئولین بسیار کمتر از امکاناتی که در اختیار مردان گذاشته میشه. به عنوان مثال خیلی در خیلی رشته ها چون مربی زن وجود نداره، اینها بدون مربی باید تمرین کنن چون مردها نمیتونن حضور داشته باشن در هنگام تمرین، یا اینکه مشکل اردوگاه دارن، هزاران مشکل در مقابلشونه که خب در نتیجه تاثیر میذاره رو نتایجی که میتونن به دست بیارن. و من واقعا متعجبم که همیشه با این همه تعزیقات و محدودیت ها چطور باز اینا میتونن برن روی سکوی قهرمانی و مدال بگیرن. واقعا باید دو مدال به هر کدوم از ورزشکاران زن ایرانی داد، به خاطر که اینها در شرایط کاملا نابرابر با دیگر ورزشکاران کشورهای دیگه در سطح بین المللی یا قاره‌ای رقابت میکنن و با این وجود میتونن مدال بگیرن. حساب کنین اگر این تعزیقات و این محدودیت ها رو نداشتن چه میتونستن بکنن. خب ما همینجور نگاه میکنیم مثلا میبینی که در همه زمین ها کم و بیش همینه، در زمینه موسیقی هم همینه، در زمینه همه جور دختران ایرانی با فشار و محدودیت های بیشمار و روزافزونی که هست میبینید که نوازندگان بسیار موفقی دارن، نوازندگان در حد استادی و خوانندگی، و هر روز هم میبینم امروز باز آقای علی جنتی که به اصطلاح دیگه روشنفکرترین عضو کابینه حجت الاسلام و المسلمین هست، آقای حسن روحانی باز دوباره گفتن نه ما مجوزی ندادیم برای اینکه زنها تک خانی بکنن و آلبوم تک خانی. ولی با این حال میبینید که دختران ایرانی، من پرسش من همین هست که چرا ورزشکاران مرد ایرانی قدمی برنمی‌دارن در حمایت از همسنفهای خودشون ورزشکاران، حالا هم ملیت هم میهن بودن همه اینا بکنن، همسنفهای خودشون. حق با تو جمشید جان. ببین مثلا در سطح موسیقی اعتراض کردن خوانندگان و آهنگسازان ایرانی که زنان حق تکخانی ندارن یا اصولا مثلا تعزیقاتی دارن، ولی سر ورزش به حق با شماست، ورزشکاران در این مورد سکوتشون خیلی سنگینتر بوده نسبت به بقیه بخشهای جامعه که در اونجا هم تعزیق علیه زنان اعمال میشه. الان خانه موسیقی اعتراض کرده و جاهای دیگه راجب موسیقی بانوان بند کامل. اما خانم صفایی برای این نامه یا اقداماتی در مسیر همین نامه آیا به نهادهای ورزشی بین المللی مربوط به زنان هم مراجعه کردین یا اونا یاری میکنن، کمکی میکنن، همراهی و همصدایی دارن؟ در حقیقت من از تابستان گذشته که یه سری اعتراضاتی رو تو ورزشگاه شروع کردم، سعی کردم با برقرار کردن ارتباطات با رئیس فدراسیون های والیبال اروپا، و اونجا بود که اولین بار یک سری ارتباطاتی با نامنگاری و ایمیل باهاشون برقرار کردم و موفق شدم دیداری هم داشته باشم با الکساندر بوریچیچ که رئیس نایب رئیس FIVB، و اونجا شخصا حضوراً براشون توضیح بدم که شرایط به چه گونه هستش و بیان کنم به اینکه این مسئله‌ای که جمهوری اسلامی به شما بیان میکنه که ما مشکلات فرهنگی ما خودمون میدونیم، شما نباید در امور داخلی ما دخالت کنید، اصلا این گونه نیست، در حقیقت مشکل فرهنگی در کار نیست و زنهای ایران هم در خارج از کشور همونطور که خودتون میبینید در ورزشگاه‌های مختلف والیبال و این اواخر که البته بعد از اون ماجرا بود در فوتبال در استرالیا نشان میدن که خیلی علاقه‌مندن به ورزشگاه برن و مشکل فرهنگی در کار نیست. وقتی زمانی که اینا رو توضیح میدادم برای ایشون خیلی تعجب میکردن، انگار یه چیز خیلی عجیب برای اولین بار میشنیدن. اینجا بود که در حقیقت ارتباط انسانی اینا برقرار میشد، آدم احساس میکرد که تحت تاثیر قرار میگیرن و دلشون میخواد که یه کاری بکنن برای زنهایی که میخوان برن به ورزشگاه ولی در حقیقت جلوشون رو میگیرن.
همونجا که با هم صحبت میکردیم ایشون به من قول دادن که در آینده توی دستور جلسه کارها میذارن که بررسی کنن و به صورت خیلی جدی درخواستهای خودشون رو مشخصاً بیان کنن، که به من گفته بودن در ماه نوامبر شروع خواهند کرد، که درست در جلسه اول نوامبر دیدیم که آری گیراچا که رئیس FIVBA که اعلامیه‌ای بیان کرد به 210 نفر از حضار که رئیس های فدراسیون مختلف والیبال جهان بودند، که خواستش از فدراسیون والیبال ایران اینه که زنها بتونن به ورزشگاه ها بیان و قنچه قوامی آزاد بشه، که پس از مدت خیلی کوتاهی قنچه قوامی رو آزاد کردند و همچنان که الان آقای رفعت گفتند درهای ورزشگاه های والیبال در شهرها گوشه کنار ایران داره به روی بانوان باز میشه و حتی خود داورزنی هم در اخبار 23 مصاحبه‌ای داشت و گفتش که زنها ممنوعیت ورود به ورزشگاه ها ندارن و معاونین وزارت ورزش هم گفتن که دارن تدارکات این رو آماده میکنن که برای مسابقات بعدی که در ماه خرداد و تیر هست زنها بتونن به ورزشگاه ها بیان، چرا که این خواسته FIVBA، وگرنه بهشون گفته که این آخرین میزبانی مشروط شماست، یا شرایط رو اونجور که باید میسازید یا دیگه میزبانی به ایران تعلق نخواهد گرفت. و اینها هم در تکاپو هستن که شرایط رو برای ورود بانوان آزاد کنن، که همچنان که شنیدیم در دور و بر در شهرستان های مختلف بانوان الان ورودشون آزاده و در مسابقات خرداد و تیر هم برای والیبال به خصوص باید فراموش نکنند همیهنانمون که اونجور که ادعا شده درها به روشون بازه برن و خواهانه این بشن که تیکه بلیتشون رو بخرند و به ورزشگاه ها برن و در کنار خانواده از مسابقات لذت ببرن، که اینجا یه جاییه که در حقیقت نظارت بهش ادامه داره و FIVB مشروط قرار داده این میزبانی رو و ورود زنان امیدوارم که در ماه خرداد جلوی ورود بانوان را نگیرن به ورزشگاه های والیبال. خب در خود سوئد به طور مختصر بفهمید که چه اقدامی کردید در همزمان با اومدن تیم فوتبال ایران، که کی خواهد بود؟ 31 مارس خواهد بود این مسابقات، در 31 مارس خواهد بود. در حقیقت من سعی کردم از گوشه و کنار تماس هایی پیدا کنم با اشخاصی که در استکهلم و سوئد هستند و اونجا به نوعی تیشرت ها رو به بسیاری از هممیهنانمون این تیشرت ها رو برتن خواهند کرد، که در به نوعی یادآور این باشه که ما میخواییم که زنهای ایرانی در ورزشگاه های ایران حاضر بشن. به صورت خاص تماس های در دست اقدامه، مثلا یکی از تماس هایی که مثلا خودم با یکی از اعضای هیئت اجرایی فیفا در نامه نگاری هستم و در کل رابطه هایی هستش که در آینده اخبارش رو بیشتر خواهید شنید. در برنامه خیلی چیزها هستش، بسیاری از پشتیبانی هایی که در دست اجرا هست که در آینده وقتی که قطعی تر شد حتما در خدمتون خواهم بود و توضیح خواهم داد. خوشحال میشیم، حتما بینندگان ما هم خوشحال خواهند شد که در برنامه های آینده همچنان با ما و بینندگان باشین. احمد رفعت عزیز، ما این توضیح رو شاید باید اول میدادیم احمد جان، که علت حضور احمد در این شماره از تفسیر خبر این هست که در ارتباط با این کمپین، خود شما بگین احمد جان. شما چنین من در ارتباط با این کمپین، چون هر کمپین حقوق بشری، چون من به جز حرفم که روزنامه نگاری خودم رو فعال مدنی میدونم، برای که به عنوان شهروند به خاطر حقوق خودم و هم‌نوام همیشه همکاری کردم و با کمال افتخار با خانم صفایی و این کمپین همکاری میکنم در شناسوندن کمپین تا اونجایی که امکانات من از نظر حرفه‌ای بهم اجازه میده و یا تماس‌هایی که با افکار عمومی در سطح کشور اروپایی که قبلا کار کردم به عنوان خبرنگار دارم، به خاطر اینکه فکر میکنم که مثلا 31 مارس استادیوم استکهلم جایی که بازی برقرار میشه باید یک فریاد یک صدا باشه علیه تبعیض زنان در ایران و انقدر باید صداش بلند باشه که تا تهران شنیده بشه و فکر میکنم که و امیدوارم و فکر میکنم که ما بتونیم صدای این اعتراض علیه تبعیض رو از استکهلم به تهران منتقل کنیم، هرچند معتقدم بعضی از گوش‌ها در تهران
کر هستند و نمیشنوند حتی اگر زیر گوشی هم بگین. ولی از یک نظر دیگه هم فکر میکنم آنچنان که در والیبال انجام داد، اگر در سطح جهانی یک کارزار خوبی آدم بتونه راه بندازه، عملا ایران نمیتونه از زیر بار مسئولیت ها شانه خالی کنه. ببینید زمان قنچه قوامی هم طوری که ایشون گفتن، به عنوان مثال فدراسیون والیبال ایتالیا من باشون تماس گرفتم، اینها تا آزادی قنچه هر روز شنبه که تیم های والیبال ایتالیا چه مردانه چه زنانه مسابقات لیگشون رو برگزار میکنن، قبل از آغاز مسابقه وقتی دو تیم هر کدوم تو زمین خودشون وایسادن، به اندازه بازیکنان تیم کودکان خردسال میدویدن میومدن جلوی تیم وای میستادن و یک بنر رو باز میکردن که فری قنچه و عکس قنچه قوامی. این 22 بار هر شنبه در 22 تا استادیوم ورزشگاه ایتالیا تکرار میشد و تلویزیون ایتالیا هم که در تمام مسابقات رو باید پوشش بده تمام این صحنه ها دیده میشد. خب این یه صدای بود که بدون شک به تهران رسید و همراه با صداهای دیگری که در رابطه با قنچه قوامی بود باعث آزادی ایشون شد که ناحق اونجا بود، چون جرمی نداشت جز اینکه می‌خواست بره یه مسابقه والیبال ببینه. بنابراین این نوع فعالیت ها من فکر میکنم تاثیرگذار هستند و اگرم تاثیرگذار بر فرض نباشند، وظیفه ما به عنوان شهروند اینه که صدای خودمون رو به گوش مقامات برسونیم، به گوش هموطنانمون برسونیم. حالا اگر مقامات میخواهند سرشون رو زیر برف کنند و مثل کپ گوش نکنند، اون مسئله دیگری است، ولی وظیفه ما رساندن این صداست و منم به نوبه خودم سعی میکنم در رساتر شدن این صدا با دریا و دیگر دوستان همکاری داشته باشم و امیدوارم که بقیه هموطنانم به ویژه اونایی که خارج هستند و راحتتر میتونن از ما پشتیبانی کنن و هموطنانی که در داخل هستن از کارزارهای مشابهی که در ایران در مقابل ورزشگاه هست، همون جایی که قنچه قوامی دستگیر شد و از بانوان بودن، در اونجاها این حمایت خودشون با حضور هرچی بیشتر اعلام بکنن. اما خیلی کوتاه بفهمم، ببینید شاخهای منشعب از حکومت ایران در خارج از کشور، من جمله کلمه مطلبی در این باره که این اقدام نامه به فدراسیون فوتبال نمیشه خلاف ماده ملی. ببینید من یه پاسخ نمیشتاری به سرمقاله سایت کلمه دادم، ولی خلاصه اگه بکنم در اون سرمقاله یکی گفته میشه از جگه فوتبال یک ورزشی که هواداران بسیاری داره، بنابراین جزو منافع ملی ایران به حساب میاد و اگر ما این کمپین پافشاری رو گوش بکنیم و فیفا اقداماتی در این رابطه بکنه، به منافع ملی یعنی منافع مردانی که میرن فوتبال رو تو استادیوم میگاه میکنن، میتونیم لطمه بزنیم. خب من صحبتم از این دوستان این است که آیا فوتبال دیدن مردان بیشتر یک از منفعت ملی است یا یک چیز از اهمیت ملی داره یا رفع تبعیض از زنان؟ به نظر من رفع تبعیض از زنان ارزشش از نظر منافع ملی خیلی بیشتره تا اینکه فیفا مثلا ایران رو از میزبانداری مسابقات فوتبال محروم بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم دوستانم زن ستیزی خودشون رو در پشت هوادار بودن اینکه فوتبال ورزش مستعزفین است و از این نوشته های اینطوری دارن پنهان میکنن، ولی در حالی که هدف همون زنستیزی است و هیچ فرقی هم نداره این زنستیزی پوچیده باشه یا اوریان باشه مثل برخی از روحانیون. و آخرین خبر در مورد بانوان گرامی و گرانقدر ایران، دختران نازنین ایران، این هست در مورد اسید پاشی اصفهان به روی دختران ایرانی که مسئولان جمهوری اسلامی باز همچنان پس از چندین ماه میگن سرنخ ها رو داریم دنبال میکنیم و هیچ نوع اطلاعی از اسیدپاشان نداریم. سپاسگزار هستیم خانم صفایی گرامی. خواهش میکنم، خوشحال بودم که در خدمتتون بودم. با سپاس از شما و با سپاس از شما احمد عزیز، احمد رفعت عزیز. با سپاس از تو جمشید جان، امیدوارم مثل همیشه برنامهات موفق با امید به اینکه با شما عزیزان باشیم در برنامه های دیگه تا 31 مارس. ما با اجازه خانم صفایی، شما عزیزان مهمانان گرامی، آقای رفعت عزیز، احمد عزیز، این برنامه رو ما تقدیم میکنیم به
دختران و بانوان ورزشکار ایرانی و به همه بانوان در ایران زمین، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوه ساران، دراک، الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.